فضایل شعبان. رجب رفت و شعبان رفت. این ماه چون قبایل بعد از تموم شدن ماه حرام رجب برای نبرد پراکنده می شدن، شعبان نامگذاری شده بود. شعبان، ماهی که هرچی از فضایلش بگیم کم گفتیم. ماه آماده شدن برای رمضان، ماه روزه و تلاوت قرآن. سرورم علیه الصلاه و السلام در این ماه زیاد روزه می گرفتند. مادر مؤمنان عایشه رضی الله عنها می فرمایند که پیامبر علیه الصلاه و السلام در هیچ ماه به اندازه شعبان روزه نمی گرفتند. شعبان ماهیه که مردم از عبادت درون غافلند و ماهیه که تمام اعمال یک سال به سمت خداوند میره. اسامه بن زید رضی الله عنه می فرمایند گفتم یا رسول الله، شما را در هیچ ماهی ندیدم که بیشتر از شعبان روزه بگیرید. فرمودند اون ماهیه بین رجب و رمضان که مردم از اون غافلند و اون ماهیه که اعمال به سوی خداوند متعال میره و من دوست دارم اعمالم در حالی که روزه هستم به سمت خداوند بره. ابن قیم رحمه الله میفرمایند اعمال یک سال در شعبان به سمت خداوند میره. و گذشتگان صالح در این ماه مشغول تلاوت قرآن می شدند، تا جایی که بعضی از اونها مغازه و تجارت خودشون رو تعطیل می کردند و خودشون رو برای تلاوت قرآن متفرق می دیدند. تابعی معروف سلمت ابن کوهیل از روات حدیث پیامبر همیشه می گفت ماه شعبان ماه قاریان قرآنه. گذشتگان نیک در شعبان عبادت می‌کردند و به مستضعفین کمک می‌کردند تا برای رمضان بتونند نیازهای خانواده خودشون رو تأمین کنند و از بسیاری از سلف نقل شده که در شعبان زکات مالشون رو پرداخت می‌کردند تا به مستضعفین و نیازمندان در روزه گرفتن ماه رمضان یاری کرده باشند. ابن حجر در فتح الباری میگه هنگامی که شعبان از راه میرسید مسلمون ها قرآن ها را در آغوش میگرفتند و زکات مال خودشون را پرداخت میکردند. پس باید در شعبان خودمون رو کنترل کنیم و نفس و مهار کنیم و با بهترین کارها برای ماه رمضان آماده شیم.